Well, what happened is he was out on the street campaigning. آقای شینزو آبه در خیابان در حال سخنرانی در کارزار انتخاباتی پیش از انتخابات عمومی روز یک شنبه در ژاپن بود و این یک سخنرانی معمول بود که همه سیاستمداران در چنین روزهای آن را انجام می‌دهند. در این هنگام مردی به پشت سر او آمد و یک تفنگ دلول ظاهراً دستساز را به همراه داشت. او سپس از پشت سر آقای آبه را هدف دو گلوله قرار داد. آقای آبه به زمین غلتید و فردی که به سوی او شلیک کرده بود به سرعت توسط نیروهای محافظه نخست وزیر سابق در محل دستگیر شد. آقای آبه بلافاصله به بیمارستان منتقل شد، اما پس از ساعتها تلاش برای نجات جان او متاسفانه جراحات وارده به او عمیق بودند و ایشان درگذشتند. ملت ژاپن در حال حاضر در یک شوک به سر می‌برد، چون آقای آبه نه تنها یک شخصیت تاریخی برای آنها بوده، بلکه در کشور ژاپن از قدرت سیاسی عظیمی برخوردار بود و من حتی می‌توانم بگویم او پس از نخست وزیر کنونی ژاپن فومیو کیشیدا پرقدرت‌ترین فرد صحنه سیاسی کشور بود. او رهبری بزرگترین فراکسیون حزب حاکم در ژاپن را در دست داشت. او قهرمان نیروهای سیاسی محافظه‌کار و دست‌راستی ژاپن بود. ایشان همواره از نخست وزیر کنونی می‌خواست تا سیاست‌های مورد نظر او را در برنامه‌های دولت بگنجاند. ما در مورد فردی صحبت می‌کنیم که در اوج قدرت و نفوذ خود در ساختار سیاسی کشور ژاپن بود. البته انتقادهایی هم متوجه او بود، چون در مقام نخست وزیر نبود، ولی تلاش داشت برنامه‌های دولت را زیر نفوذ خودش قرار بدهد. به همین دلیل از محبوبیت او به خاطر گذاشتن فشار بر نخست وزیر منتخب برای پیروی از سیاست‌های او اندکی کم شده بود.